کیبون خدا وکیلی چه بزاجی زیر زبان این زبان بس اینجوری حالش خوب جبران میکنم برات. برایشون فقط جبران میکنی دیگه؟ سلمان جان برگردیم پیش آقا نوری. آقا وایسا قربانه 200 تا سهم هر کدوم دان به شرطی که تا آخر سفر من لو نرم. 200 میلیون تومان؟ بله. اما خلیل جان برو بگو پشیمون شدم. من پسرم بودم خلیل خانزاده آمدم عذرخواهی بکنم. به خدا از اون روزی که قرش مال دوزیدم تو الان انقدر عذاب وجدان داشتم. آقا همه اینا معلومه یه نقشه است. اصلا ببینم تو از کجا فهمیدی که من به پرواز از مش میخوام بیام چبا؟ مایار بشم. من میگم باید به تصمیم عمو خلیل احترام گذاشت. من رو این سه نفر تارگت دارم. گل وحید، سلمان، کیوان. اینا سه تا با خلیل بستن. آرامش خودتون رو حفظ کنید. مشکل فنی کوچیکی پیش اومده که همکاران من در حال رفع اون هستن. از همکاری شما صمیمانه سپاسگزارم. به خدا من داشتم انسولین رو میزدم. هوا به ما کار کوچاله هوایی. یه دم به دستم خواهد. دست بشکنه. انسولین شما گاوه میخوابانه. خاله خلبان بره تو کما. کی میخواد هواپیمای فرود بیاره؟ این پسر عجیب غریبه که اونجا خوابیده مگه با شما نبود؟ رفته تو کابین رو اصلا در نمیاد. در من پوش خود کرده. آقای افشین خان باز کن آقا این درو. داریم ارتفاع کم میکنیم. هر کی هر جایی که میتونه منو بگیر بودی. آقا سری بیرون جا بیرون. سر اگر کسی جان سالم به در برد مبلغ 7,200,000 تومان بزنه به حساب ادریس. یه بار قرار بود 800,000 تومان به حساب واریز بکنه. اشتباهی 8,000,000 ریخ به حسابه. منم به فال نیک گرفتم دیگه هیچی نگفتم. ای بر اون ذات خرابت ای خلیل. خداونده دران دنیا لطفاً مرا به این جنس خراب محشور نفرما. لاهی امین. امو کابوس. بله. حلالم کپیر من. برایش بابام. او شطور اگر بود که از جنوب برات کادو آورده بودن. خوب. من اونو بردم تو بیابانهای اطراف بر کردم. برایش آقا خلیل. او حیوان چه به تو کرده؟ خودم هم نمیدانم. نگاه بی تفاوتش اذیتم میکرد. از دست تو خلیل، از دست تو پسرم و نوردین. دیگه چیه؟ اوز تخزیر. چرا؟ اون شلوارانه که رو بند رخت داخل حیات آویزان بود من میدوزیدم. نه که فکر کنی میخواستم با بوشام جان، نه میبردم 200 متر بالاتر مینداختم جان داخل رودخانه. خب این کار دلیل خاصی داشت؟ فکر میکردم در دراز مدت میافتی تو مزیخه. ولی الان خیلی پشیمانه. خلیل تو واقعا مریضی. واقعا مریضی. من واقعا خوشحالم که به زودی شر یک عنصر نامطلوب از سر این کره خاکی کم میشه. واقعا خوشحالم. روز بالا. بله. مرد ساده دل و کار درست روستا. بگو. آدم با صفا و اخلاق مدار. حرفتو بزن. او کسی که شبا باشه چت میکرد ببوده. من شبا باشه چت میکردم. واقعا تو ابروی خانزاده رو بردی. دوستان متاسفانه تو هزاره سوم شاهد مرگ کامل انسانیت هستیم. بابت عمر شیرین و نعمتهای رنگارنگی که به مدادی هزاران مرتبه شد بودوانده در صورت امکان از عمر دامادهای من بکر و بر عمر دخترانم و Thank you.
جان دیگه چی بودم؟ ای خدا خب چی شد؟ خب چی شد الان؟ ما مردیم یا زندیم؟ تکلیف چه با بگیر؟ مردیم دیگه؟ این های آقا قبل ما مرده بود دلان زنده است یعنی همه ما به اتفاق وارد دنیای مردگان شدیم قطعا یه قدری زمان میبره تا بیان دنبالمون آری آنون یادت نره او دنیا من حلال کردی یا یادت باشه مرسه از حلال کردن جنبالی هیچی یادم نیست عزیزم من ایور مثل اوور نیستا که بخوای را برا دبه بکنی اینجا اگر یه خالی ببندی سری سه سوتفت همون دروغ باعث میشه یه دسته بیفتی پایین تر حواست باشه آی دای دای آقا نوری حلالت بکنه من یکی حلالت نمکنم بی وجدان نوری دین گفتی اصول دینی پنج دستی درسته توحید و نبوت و اینجا که این سوالا رو ازت نمیپرسن برای چیته آقا اونجا که من دسترسی به شما ندارم والا معلوم نیست من زنده ام مردی معلوم نیست دوستان عزیز از اونجایی که افشین نمیتونه هواپیما رو بنشونه قطعا ما مردیم آخه از کجا میدونی چجوری؟ بابا مشخص دیگه ببینید اصلا روح یه نشانه ای داره نشانه شم اینه که از همه چی رد میشه همه چی هم از توش رد میشه خب بذاری من مثال بگیم این دست منو ببینید این آه یا 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 دست بشکنه برای که رو ما آمش کرده آقا نوری دست من رد نشد ما زنده ایم خیلی خوش دفنیم خیلی خوش کافتان خوبی؟ کافتان بیا 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 همه هم بیا خبتان سالم تو اومدی زنده ایم بابا زنده سلام نمیخوای پیاده شین؟ افشین افشین تو واقعا این هواپیما رو فرود آوردی؟ بله آخه چرا به شغل مخاطب توهین میکنی؟ بابا جان تو کجا بلد بودی کاره؟ بلد نبودم افشین دردت به جانم داماد عزیزم خلبان نوپا و افشین عزیزان ما ما خلبانی در خانواده ما یه امری موروسی هست یه عزیزی هم که میبینی داماد بنده یعنی یک قهرمان آفرین افشین کارمون سخته است تانیه خانم داره همه چی رو بهشون میگه از همینجا مستقیم میریم بازداشت بله اگه بریم بازداشت ها باید شانس آوردیم اصلا معجزه است که ما زنده ماندیم به خدا من نرز کردم اگه زنده بمانم تا مرز خود سوریه و بلوچستان پای پیاده برم اما بلوچستان و سوریه مرز مشترک ندارن نداره؟ نه خدیا هیچی دیگه هیچ میگم خدا بکنم به پرداخت مالی محکوم نشیم دوستان
منو بدبخت اگر الان به پرداخت 1,000,000 تومان محکوم بشم باید تا آخر عمرم برم پشت میله‌های زندان. 1,000,000 تومان؟ بچه اوش غلام؟ دوستان عزیز، واقعا کاری که ما کردیم مصداق بارز هواپیما رو باید باور بفرمایید. من گناهکار، من خطاکار، پرنده غیر قانونی بودیم داخل پرواز. ای دوست عزیزمان، ای دوست زیبای خفته عزیز، بله شما مخلوط انسولین و هوای زدی داخل چیز ران خلبان. ای دوست محترم رفته داخل کابین هواپیما در بسته، بعد هواپیما فرود آورده. والا به خدا خلافکار ترین خلافکارهای دنیا هم بعد از سالها برنامه ریزی قد قشنگ انجام نمیدن کارشانه. بابا امو خلیل به خدا من مغزم فنگه. افشین تو چجوری هواپیما رو فرود آوردی بگو؟ ها اینجوری. آقا اینجوری قبول، به فرض اینکه اینجوری، تو چجوری هواپیما رو متوقف کردی؟ ها اینجوری. او یس دتس رایت. متشکرم. خواهش میکنم. آقا به نظر من 2-3 نفر ما رو بیشتر نمیتونن دستگیر بکنن. اصلا بری چه خوشگوتر باید با هم بسوزن. اما خلیل اینا همه زیر سر شماست ها. اگه او شاهین تو کرمان نمیدوزیدی بلا سر ما نمیام. دقیقاً. آقا چرا من باید وسط ما اصلا برم زندان؟ والا. آری. اصلا چرا بچه اصلا باید پشت میله به دنیا بیاد؟ واقعا؟ شیرین بیا. بارداری رو نه؟ نه خیر. خیلی ازش راضی هم. حالا مظلوم نمایی میکنه. ببین حالا ایشالله اگه کار به پشت میله ها نمیکشه، ولی اگرم بکشه بعضم این صد شرف داره به اون پولی که قراره از فروش این قمش ماله. بیا سر سفره ابد. خیلی شرف داره. واقعا نوکردم، چقدر درست گفتی. من اشتباه کردم، کار ساده انگارانه غلطی انجام داد. خدا شکرت که این مامورا آمدن سر به زنگا قرشمال گرفتن این ایوان قاچاقه و اون مفسده تو نطفه خفش کردن. خیلی راضی هم. آقا شادمانی هم من میداری در چه در این که جلو نوری روسیا نشد. آفرین. تا آخرش هم پشت این مرده میگه کار روی ساده درو بیشن آور بپرما. ما حتی به پروش قرن ما همه یال آبادی گفتیم نه. آفرین. نه. شما گفتین نه؟ آره. شما ها گفتین. آقا جان شما تا لحظه آخر قریب به اتفاق شما همگی من حلال کردین رفتیم به خلیل پیوزیم، بعد میگین نه نگفتین. نوری جلوی برادره این حرفا نزنی ها. چیه؟ ما هیچ وقت روی زمان یه موی گندیده متعفن پلشت بگرد نخونه تو رو با کل ایخال خلیل عوض نکرد. چی صدای چه بودم ها؟ تو به پسر اموی من میگه پلشت متعفن. این صدای آمد چیزی نیست امو جان، این صدا موبایل منه، پیامک برام اومد الان سایلنتش میکنم. میگی پلش به صدای قرشماله. نه چه دانی میگی سب کو بیا خودت چیزه بله. آی امو خلیل میشه خواهش بکنم یه دقیقه زیپ ساکتان رو باز بکنم؟ نه خیلی وسایل شخصیم داخله شد. حالا من ازتان خواهش میکنم لطفا باز وسایل شخصی امو خلیل بازش کدیه. کسی نمیدونه ای چطور چسب دور تو کشه باز کرده؟ عمو کیوان مگه قبل از فرود هواپیما شما اینه تحویل مامور امنیت ندادی؟ چرا والا تحویل دادم؟ آره ولی وقتی داشت سقوط میکرد من دیگه رفتم دوباره پیچاندمش کردم داخل ساکت. یا ایزد من یا مقلب القلوب والابصار، اینه چجوری سختی آخه؟ یعنی تو 5 ثانیه قبل از مرگم داشتی یه عمل تباه کردن انجام میدادی؟ معلوم نبود آخه داریم میمیریم. یک در بیلیون اگر زنده میماندی من کجا خرجه به میوردی؟ من مادر ندارم. آقا جان من به شما نگفتم؟ بله. آقا چی گفتم؟ من که هنوز چیزی نگفتم. هر چی میگم فوری حالا که کل کلانه تایید میگوی، حالا که اینجوری شد من به ماموره میگم. نه جان حالا من چی کار داری میکنی آخه؟ این چه پرخوردی های مکوز؟ من فقط یه سوال از شما پرسیدم. آخه این سوالت میپرسی؟ نه این درست هست. آخه کسی پدر خانم نازنین خودشه برای یه جوگه شاهینی خفه بکنن؟ اولا عقلان است که بداند و بپرسد، ثانیا از اون جوجه شاهین من 200 میلیون سهم دارم. چی شد؟ بله؟
بوسه بیدم دیدی؟ برای چه تو 200 تومن بایدی ماسل 50 تومن؟ بس خونم من و سلمان در به سلامت رسیدن امو خلیل به چه بهر نقش بسیار مهمی رو ایفا کردیم اونم 200 بردی؟ میشنوی؟ بله وحی دیگه تمام شد خلیل دو خوابازی هم بذار کنار دو دستگی هم ایجاد نکن در فروشی پرنده همه باید یکسان ببرید آفرین من واقعا برای من عجیبه شما مگه همین الان خدا رو شکر نکردی بابت توقیف شده نقرش باره 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 عزیزم مگه نگفتی ما همه پشت تو بودیم همه به فروش قرشمال نگفتیم ای اینا رو گفتی باره خب پس الان برای چی سر تقسیم کردن پولش به هم بیا دعوا میکنین ها تو فکر کردی که چی این خلیل به شما پول میده اگه قرار بود به شما پول بده که هیچ موقع شاهین توی کیفش قایم نمیکرد که باره ای های بله بله عمو کاووس خب اگه الان قرار باشه بیان بازداشت ما بکنن که تا 5 دقیقه دیگه میان ساک واز میکنن اون شاهی نمیبینن خب همه تا نشین هم دست عمو خلیل ای بدبختی دقیقاً داری درست میگی دوستان واقعا ما عقل ما کجا رفته ای بری کلا کیوانگن افرین تو واقعا متوجه من هر چی میگم اینا از بن من نمیفهمن دوستان تو برش تو دوستان توجه بکنین آقا داستان از این قراره آقا اگه قرشمال پیدا کردن و قضیه بیخ پیدا کرد ما میریم سمت آقا نوری بله اما اگه پیداش نکردن و قصر در رفتیم و ولمان کردن همه میریم سمت آقا خلیل و سرم امارم تا قران آخر از ایش دوستان به سلامت سفر خوبی داشته باشید خدا نگه ببا یعنی چی به سلامت آقا وایسا ببینم اگه من نگفتم من خودم شاکیم دیدین که خلبان هواپیمای بچه منو داشتن ناکارش میکردن خودم هم داشتن به کشتن میدادن خانم این به حوزه ما مربوط نمیشه جای دیگه بعد ازشون شکایت کن یعنی چی به حوزه ما مربوط نمیشه ها؟ شما خودت اونجا بودی خودت همه چی رو دیدی بله من خودم هم شاکی ام ولی جای دیگه شکایت میکنم بفرمایید آزادید خسته نباشید بابا خدا به امروز من همیشه این موقعا میگفت سر بیگنار پای دار میره ولی بالا خدا رحمت کنه yes that's right به قول خودت عزیزم دیدی گفتم معلوم نی بمیریم زنده ایم داریم میریم آزاد بله بله واقعا درست بله فکر کردی خیلی خفن یاره پات هیچ جا گیر نمیفته قصر در رفتی یاره خیلی مخلصی مامانی آی با همه تونم حواستون رو جمع کنین ببینین رو دیوار کی دارین یادگاری مینویسین آدمی که از اتفاقات این هواپیما بدون سوال و جواب فرار کنه قطعاً مافیاست و قطعاً یه جاهایی وصله ای بری کنم همینه میگه دیگه میگه بری همون خدیل وست بودی به من میگفتی یه عزیزم یه حرفی میزنن توجه نکو خلیل راست میگم به لادن مرده زنده است والا چند وقتی ازش خبر ندارم ولی اگه خواستی برات میپرسم حتما بپرس میگم من خیلی دیگه راست میگه این دختر ترامپ متحرک کرده دختر ترامپ تو چه نه وایس ببینم کدام نشانه میگی تیفانی یا ایوانا کا عزیزم اجازه بده بگو تیفانی 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 بابا شوهر داره سر زندگیشه سر دان از زندگی مردم بکشید بیرون نه نه بابا برای کسی میخوام شیر یه سوال نکنین ولش نکنی کسی که تو 5 ثانیه آخر عمرش پرنده شکاری بدوزه هیچ اعتمادی بهش آره آقا گزیده بکشه عزیزای من الان با این یارو خریدار این زبان بسگه قرار دارم زهر مار دارم حرف میزنم ما اگه دست جمعی بریم به شما شک میکنه من میرم اونجا معامله مان که شد شبای یک یک دانه میگیرم فردا تا قبل زور پیامک ستاد واریز فرستاده چقدر جالب گفت همو خلی یعنی ما شما رو شبه بدیم و منتظر پیامک بشیم دیگه چکار کنیم من چه بکنم عزیز من این نیزور خیلی ساده گیر آوردی نه سکو یا همه با هم میریم اونجا یا هیچ کی نمیرم آفرین سلمان داداش بپر یه دربستی بگیر تا دوباره آقا دست ما در بله چو تانیا خانم
ما کم کم با دهکت به شما مرخص میشیم. شما محبت بکنیم به آبادی ما تشریف بیاریم. جبران محبت ها ده بکنیم. آره، جبران محبت. خیلی ممنون. اما من فعلا در خدمت شما هستم. اول باید بریم کلانتری. من شکایتم رو ثبت بکنم. بعد اونجا اگه با شما کاری نداشتن، هر جا دلتون خواست تشریف ببرید. شکایت چه خانم تاری بره چه؟ تاری بره چه تار؟ آدم کشیم. چه داری میگی تو؟ ببخشید تانیا خانه. میگم من و بابام با شیطان بیایم کافی نیست، چون اینا مثل که تصمیمشان رو گرفتن. بگن اینجوری فایده نداره. این بندی خدا اگه بره اونجا من محکوم بشیم، بعد تو این شهر درنده چجوری میخواد مره پیدا کنیم؟ را بیافتیم برین، را بیافتیم. نه آقا کجا برین؟ یه کار نکنیم، این ماجرای پرنده فروشی کنم به شکایتم بزنیم. آدم کشیم. ای کچلم کردی کیوانو. بابا شما اجازه بده ما بریم معامله مان بشه، پول بیاد داخل جیب مان، بعد میان پای هر شکایت نامه ای شما بگیه امضا میکنیم. پیکارش ده فعلا شما یک کلانتریه، بی خیال شو. پس همگی بعد با هم باید گفته باشم فکر دور زدن منو داشته باشی یا اصلا فراموشش کن، بعدم با یه تلفن پسرم دودمانتو به باد میشه. این دوست من ها اینا رفیقت. سلام علیکم. سلام زلم واسه چطگه. خوش آمدی. خوش آمدی. یه ساعته به چی میخندی؟ به هیچی بابا. این رفیق شما گفت ماشین دربستی میخوام ساعتی چقدر؟ گفتم 200,000 تومان. گفت من ندارم و تخفیف بده و فلان. گفتم چقدر میدی؟ گفت 5,000. حالا اشکال نداره، شما مهمان ما هستین، هر چقدر که میدین بدین. بیام بریم، بیام بریم سوار. بده دایی 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 शपे शपद्रंग नाले बुलबुलाई रंग मिस्तागी बहारी गुने चूरी नी दिलानी जंग दूसी चा शपे शपद्रंग नाले बुलबुलाई रंग मिस्तागी बहारी गुने चूरी नी दिलानी जंग शपे शपद्रंग नाले बुलबुलाई रंग मिस्तागी बहारी गुने चूरी नी दिलानी जंग शपे शपद्रंग नाले बुलबुलाई रंग मिस्तागी बहारी गुने चूरी नी दिलानी जंग
بلبلا کے گلدی درشانی دلانی زنگا نالت بلبلائی رنگا نالت بلبلائی رنگا چا سب پہ سب رنگا خلقت نالت بلبلائی رنگا مستا دی بہاری گونے شوری خودشه. به 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 شیرین یک کیف میکنین محسن رو ابهه فیروزه‌ای تلالو و نور خورشید در اقیانوس موج و صخره اوای مرخای دریایی قشق پرنده تراکتور سواری نصف شب سقوط هواپیما عالیه. خیلی محسن با عالیه. جای فریده خالیه. سلام. سلام علیکم. بسیار خوب دوستان عزیز، ما قرارمان داخل لنجه، ولی اگر دست جمعی بریم یقینا شک میکنن. پس چه؟ من خودم تنها شخصا میرم داخل لنج. اگر ای علامت بشه دانشه بابا جان، ای اونی ای ثابته و ای جوری هم ها او ای جوریه، ای علامت اگر بشه دار نشان دادم یعنی در لنج خطر فراوانه، جان دانه وردارید و از اسکله فرار بکنید. حالا بدش بیم. بیا ببینم. بیا عزیزگم، بیا نازارم، نازارم، بیا بیا با اجازه. دنبال من را افتادید که چه؟ آقایان محترم، خانمای عزیز، عرض کردم داخل لنج خطر فراوانه. اینا شوخی ندارن، قورچه مانه در میارن. اینا سلاح سردوگرمشان داخل جیب چپ و راستشانه. اما خلیل، من اصلا آدم بدبینی نیستم، ولی نمیدونم چرا یه حسی داره به من میگه شما قرار این علامت رو باشه. باو این اون نیست، این ثابته، بعد اون اینجوریه. شما قرار این علامت رو به من نشون بدی که من از این ور بریم، شما هم پول رو برداری از اون ور فرار کنی. درسته؟ بله. آفرین. بوی خدا بیامرز من ایجون موقع میگفت آدم عاقل از یه سوراخ دو بار گزیده. خدا رحمت کنه. خدا رحمت کنه. میگم اینا زیادی خطرناک نیستن؟ نه که دارم میگم تهش یه پرنده از کارتل مواد مخدر نیستیم. خب جالبه بدانی من همون لحظه اولی که چشم به لنج خورد بوی باروت ازش احساس میکنم. آره من یه بوی دارم میشنفم. دوستان عزیز، باید عرض کنم خدمتون که این بوی باروت نیست، گلاب روتون بوی پشکله و از اونجا هم داره میاد. آه راست میگه. آخه این حرفت داری میزنی جوگه؟ من 11 سال بقیر رنجر مخفی بودم. میخوام یه چشمه برات بیارم. اون طرف هم میبینی؟ بدون دخالت دست دارم بهت میگم. ما یه برامدگی تو جیبشه. بله بله. اون برامدگی چیزی نیست جو تپانچهی به نام گلاک اتریشی. اک؟ خشاب یه چیزی بین 19 تا 33 تیر مخوره. بشماری؟ لوله یه تپانچه میشه با 360,000 شلیک کرد. والا؟ بله. بفرما. امون کاوس؟ امون کاوس؟ نصار روح ملقه خانم اجماعاً فاتحه محمد سلام. الله سلام. محمد وال محمد. خلیل خانزاده و پرنده، بقیه بیرون منتظر بمونن. هیچ عنوان، اگر میخواین خلیل بکشیم باید 10 تا 12 در گلوله دیگه داشته باشیم، چون من باشه. فقط خلیل خانزاده و پرنده، دیگه تکرار نمیکنم. گفتم فقط خلیل خانزاده و پرنده، دیگه تکرار نمیکنم. ای اوه. Thank you.
جان خودم بذار من برم ببینم میترسم. حالم اصلا خوش نیست. فکر می‌کنم به خاطر پرواز ساعت بدنم به هم ریخته. آوا اوس کنم اون جدت شدنی که داری ازش حرف می‌زنی برای پرواز بین قاره‌ایه. راحت باش. اون مال پولداراس برادرم. ما ضعیف ضعفا پرواز کرمان تا چابهارم جدلگ میشیم به جان خودت. هیچی نیست. بذار من برم بیرون. هیچی نیست. هیچی نیست. آره. من یه جوریم. کجا میبریش؟ تستش میخوا بکنی؟ سالمه سالمه تا حالا خاله آسمان ندیده نهایت چهار طبقه پریده اردومش پایین فابریک مبارک آدم باشه یکم زخم و زیلیه ولی پرنده بدی نیست طبیعیه زخم و زیله زیلی باقیش کو؟ همین یه دونه رو آوردی؟ نه نه اینه برای نمونه آوردم خدمت دان اگر پسند بکنید دیگه دفعات بعد عمده عمده میفرستم فقط تو کار پرنده ای؟ نه 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 به ما چیزهای دیگه هم کار میکنیم خزندگان هم کار میکنیم ببینم تو دست و بالت فوک خزری هم داری؟ بله نه بابا این یه چیزی میگه برای خودش مغز کرمه یه چیزی دیگه آقا داریم داریم این دوست ما تکان خورده الان حواسش نیست ما یه هفته پیش تمام کردیم فوک خزری ولی بخواین هفته بعد برای فوک ها جان بیان بالا بله Such is smashing and handsome hawk. بگو پرنده نادریه. Really, really rare one. ببین این گفته میتونه کلی برامون پرنده جور کنه. بهشون بگو اگه پرنده تو آسمون هم باشه من براشون میگیرم میارم. We can really catch all the birds in the sky, trust us. Okay. یه گله آدم اومدین اینجا برای یه پرنده؟ یه گله یعنی چه رولگیان؟ حرف دهنته بفهم. خیلی خب حالا ما یه چی گفتی؟ نباید میگفتی. حالا ما هیچه. بزرگوارا واسدن مثل عمو کاوس آقا نوری. آقا یه لحظه اجازه بدیدی اصلا با ما بود گفت گله یه نفر دیگه هم از این حرفا نمیزنه. ما در خدمتیم. بفهم. اینجا؟ اینجا بله. اینجا بفرمایید. ببین بچه زرنگ من اینجا پهلو نگرفتم که تو برای من یه دونه پرنده بیاری. اومدم اینجا بابت ادعا و گندگویی‌ها که کرده بودی چی گفته؟ 200 تا شاهین آقا تو 200 تا شاهین میتونی برای من بیاری یه ماهه؟ تو بگو 500 تا بگو 1000 تا من یه دانش آوردم صداقتت رو بشم ثابت بکنی بعد فرغون فرغون برات پرنده پرنده بیارم عمران ببینم نگو برام ساکت باش ببینم تو یعنی از هشام شکاری گنده تری؟ به من میگن خلیل خانزاده هشام شکاری خرکیه هشام منم اینجا هم منطقه منه پهلو گرفتم که بهت بگم ببین یه بار دیگه گندگویی کنی اتفاقات بدی برات میفته نه نه دیگه نمیخوام دیگه گندگویی نمیخوام الانم خیلی دارم بهتون لطف میکنم که اینو نمیندازم تو قفس یوس ملنگ کی؟ من؟ بله تو آقا من چی کارم؟ کسی دیگه داره برای تو قپی میاد تازه داماد بدازی تو قفسه یوز پلنگ؟ تازه داماد؟ بله جدنی تازه داماد؟ آره دختر اینه گرفته آماده اینه مرد چه دل گنده ای داری تو؟ چجوری دخترت دادی به این؟ دردم دیگه هوا اصلا پر شد یه دخترم دردم بید چه میخندین؟ چیزشه مگه شوهره؟ مذارت میخونم چیزیش نیست ببینم تو چرا وقتی اومدی تو کفشات رو گذاشتی تو کیسه مار من؟ شما من اینه هیچ کنمشون کفشون نیست آقا دیگه پس تو رو خدا جمعش بکنید کارمانو بکنیم آقا ما دیگه مصده اوقات شما نمیشیم اگر لطف بکنید حساب کتاب مانو بکنید ما دیگه رفع زحمت میکنیم پولم میخوای جان میگم پولم میخوام من فکر کردم جونتو برمیداری در میری یعنی چه ای ما رو تهدید میکنی جنتلمن ما همین دو سه ساعت پیش از یه سانحه سقوط نافرجام هواپیما جان سالم به در بردیم پول ما نمیری یا لنج دست سوراخ بکنم نه نمیخواد این کار کنیم پول بهتون میدم ولی به شرط اینکه دیگه نبینم این دور و بر وول میخورید دومتون رو میذارید رو کولتون از اینجا میرید خیلی خوب دومتون میذارید رو کولت یعنی چه درست ببخشید ببخشید ای وای دوباره شروع شد ببخشید
2.5 بزن به حسابش. 2.5 برای چه؟ 3 تومن قرارمون بود. 3 تومن بود؟ 3 تومن بود. 2.200 بزن. آقا چرا کمش میکنی؟ همون 2.500 بزن. 2 تومن زدی رسیدش برای منم. من نوکرتم هستم. همون 2 تومن دیگه آب نره. همون 2 تومن بزن. شما قیمت بدیش. نه چی شد؟ یعنی شما واقعا میخواین این پولو بگیرین؟ بس دیگه. بله. آقا واقعا خجالت داره شما سر و شکل و هیبت اینا رو نمیبینی خود جن زرد کردن نشستن مثلا ما خارجی هستیم این همه حیوان میوانه ندیدی نه به بند کشیدن اینجوری اذیت و اذر میکنی نه رو نمیبینی انجام شد هشام خان نهایتا تا فردا ظهر میشینه به اسم خلاص خلاصش خوشحالی نه آری دو دست بالا سمع کن برای خوده من واقعا برای خودم متاسفم من فریب خوردم همش تقصیر این تنیا خانه بود این کجاست تنیا خانه والا اجازه ندادم بیاد بالا پایینه همون بهتر چون اگر میامد من بدجوری برش قطعی میکردم من الان نه تنها حاضر نیستم یک ریال از اون پولا رو ودارم ببرم بلکه حتی حاضر نیستم یه لحظه اینجا وایزم چون اگر باشم سه چهار تا صدیق ریزه دوش تقا پود بدم و مردم نه دیگه الانم میرم شما راحت باشید هیچ کس از اینجا بیرون نمیره تا این معامله تموم نشده کسی پاشه اینجا بیرون نذاره اصلا لازم نیست شما قطعی بکنید بنده تو این فصله میرم تو همین اتاق میمانم هر وقت این پول کسی رد و بدل شد من صدا بزن که به هم دیگه بریم یه هم خواهش میکنم خرابترش نکن این چرا اینجوری که؟ همیشه اینقدر عصبیه؟ نه عزیزم 30 ثانیه ای آرام میشه نوری همه کاراش فقط 30 ثانیه است بعد آرام میشه ولی این دفعه فکر نکنم 30 ثانیه بشه و بیشتر میشه چون با سر رفت تو اتاق یوسپلنگ چه؟ اوی سامیران دایده مگه توی اتاق یوسپلنگ داری شما؟ با گفتن داره پوستر به این بزرگی زدم دم در اینجا آقا این که دلیل نمیشه چرا چرت و پرت میگی؟ من وقتی دیوید بکم رو در اتاقمه الان دیوید توی اتاقمه بابا بل بکنی ای بابا نبیاری بیرون بابا سلمان بیا برو داخل من؟ آقا من برم تو یوز پلنگه فکر میکنه من جایزه شم منو میگیره و من اونی اول میکنه تو خودم شرمندم این آدم من خیلی شما را اذیت میکنن نزن این بدر بابا نزن بدر نزن خودت نیست ولی خودت هست من همیشه میگم این خیلی حیوان خوبه یا نجیبه سرعتش هم زیاده اتفاقا دو تا از این فامیلای شما بود بچه بودن دنیا آمده بودن من خیلی نگران اونا بودیم بیدنشم فوت کرد خیلی قصه خودم بخوده به خدای محمد ناراحت شدن به هر حال یواش به من نزن بتر نزن من شرمندم یعنی از طرف خودم عذرخواهی میکنم به خاطر کارایی که آدمی زد در حق شما میکنه از طرف من از چرندگان، پرندگان، خزندگان، جواندگان و حیوانات دور و نزدیک معذرت خواهی کنم ببخشید شرمندم یا عزت بخشید مگه میتونی؟ نگهدار گفتم این تانیا بود پشتک زد؟ یا بدلکارش؟ خدایا من دیگه توان تعجب کردن ندارم برش یه جمع کنی با یه دفعه بکش اگر مخواهی بکشی مرگ یه بار چی وست؟ شادم خوبی؟